فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خواهرمون آمنه از تهران پرسیدن که البته قسم دادن که سوالمو جواب بدید. خواهر عزیز نیاز به قسم نیست، ما انشاءالله همه سوالات رو تا حد توان پاسخ میدیم. ایشون پرسیدن که اگر نزد دکتری برای تعیین جنسیت برن آیا مرتکب گناهی شدن؟ جنسیت فرزند، تعیین جنسیت فرزند که دختر باشه یا پسر باشه، خب راه های متعددی در این زمینه وجود داره، تحقیقاتی در این زمینه محققینی که مثلا اهل تخصص هستن در این زمینه انجام دادن. اگر تعیین جنسیت مولود برای مثلا تعیین کردن و برنامه ریزی کردن در زمان همبستری هست یا در زمانی که تخمک مثلا زن در حال باروری هست و امکان باروری رو دارد، یا مثلا در ایامی که در ماه هست و با تحقیقات این تعیین شده، یا با خوردن یک غذای مشخصی یا رژیم غذایی مشخصی باشد، یا با استفاده از داروهای مشخصی که تحت نظر پزشک باشد، این هیچ گونه اشکال شرعی را ندارد. اما اگر به این معنی باشد که نطفه‌ای که در رحم به اصطلاح مادر منعقد شده و دخل و تصرفی در اون بکنند و تغییرات ایجاد بشه، این جایز نیست و شخص مسلمان باید اساسا به قضا و قدر الله متعال ایمان داشته باشه و راضی باشد. اما در مواردی که احیانا پیش اومده، مواردی که ثابت شده که مثلا اگر نوزاد یا جنین دختر باشه، امکان داره که به یک نوع بیماری خاصی مبتلا بشه یا سخت بشه، نتونه تا آخر دوام بیاره، در این موارد هیچ گونه اشکالی رو نداره. اما و در این موارد اشکال نداره و در مواردی که با دارو باشه و با رژیم غذایی باشه و با تعیین اوقات مخاربت همبستری باشه، بالاتفاق هیچ گونه اشکالی رو نداره. اما دخل و تصرف در جنینی که منعقد شده و نطفهش در رحم هست، چون چیزی جایز نیست.